شاک که با ما هستین و میدونیم که روزها روزهای حساسیه و میخوایم چند لحظه دعا کنیم، برای پناهنده ها دعا کنیم، برای اونهایی که پشت مرز هستن، گیر کردن یا در فرودگاه ها در این روزها موندن و ناامید شدن و نگران هستن. پس چند لحظه اونها رو به حضور خدا بیاریم. خداوند در نام عیسی مسیح، خداوند تو خدای نیکو هستی، تو پدر نیکو هستی، تو پدر بیکسان هستی خداوند. در این لحظه اونهایی که خداوند نگران هستن، اونهایی که فکر میکنن دیگه امیدی نیست، اونهایی که در کشورهای مختلف گیر کردن، در ترکیه، کشورهای دیگه، سر مرزها، تو فرودگاه ها، خداوند در نام عیسی مسیح به حضورتو بلند میکنیم، دعا میکنیم باهاشون باشی خداوند، یک امیدی تازه بهشون بدی خداوند، و درهای معجزه براشون باز کنی خداوند. خداوند خودتو نشون بده که تو خدا هستی و تو میتونی بالاتر از هر رئیس جمهور، بالاتر از هر رهبری، هر شاهی، تو خدا هستی و تو میتونی مرزها رو باز کنی. خداوند تو معجزه کن و این عزیزان از سرگردانی بیرون بیاره خداوند، و دعا میکنیم به رهبران حکمت بدی خداوند. او خداوند تو حکمت بده که چه قانونی، چه قدم هایی رو بردارن خداوند. تو حکمت بده مسیح جان. شکرگزاریم و دعا میکنیم امروز با کلامت با ما صحبت کنی در نام عیسی مسیح. آمین آمین. کلام خدا رو میشنویم. خدا رو شکر که برگشتیم خونه بعد از دو سه هفته در خدمت شما عزیزان هستیم و با یه تحولات جدیدی. خیلی برام جالب بود که چراغا اینجا رو عوض کردن و خدا رو شکر قشنگ شده. نه به حال یه مدل اینجا سفید بود، حالا زرد شده، بسیارم عالیه. خدا رو شکر. در روزه حساسی هستیم و در اینه که مردم با چالش جدیدی روبرو هستن که شرایط ما چی میشه. چیزی که ایرانی ها باش خیلی سرکار داشتن و دارن در طی این سالهایی که خدا به ما عمر داده، بارها رو دیدیم از بچگی وقتی جنگ ایران و عراق شد و چیزهای دیگه، ایرانی ها با این چیزها آشنا هستن. ولی کلیسا در دعا میسته. میدونم که خیلی از کلیساها در اروپا و این ورانور در روزه و دعا هستن و ما هم دعا میکنیم و دعا کردیم به فیض خداوند. اما وقتی سرود میخوندیم، یکی از سرودها خیلی زیبا میگفتش راجع به زیبایی عیسی مسیح و یک مهر تاییدی بود بر قسمتی از کلام خدا که من میخوام راجبش صحبت کنم. امروز با هم وقت میذاریم و راجب این نکته بیشتر صحبت میکنیم که چقدر عظمت محبت خدا لازمه که ما رو بدونیم و بشناسیم. میدونید ما زیاد راجب محبت خدا صحبت میکنیم، خیلی میشتویم، قبل از که مسیح هم بشیم راجب محبت خدا شاید شنیدیم و میشتویم، ولی وقتی راجب عظمت محبت خدا صحبت میکنیم خیلی مهمه که ما بمب پردازیم. من روز جمعه در کلیسای اینترنتی پیامی رو گفتم که راجع به زیبایی خداوند بود و این قسمت دوم این پیام هست، چون طولانی بود ترجیح دادم که اینجا این کار رو بکنم. و برای اینکه این موضوع رو با بهتر بفهمیم و متوجه بشیم که برتری محبت خدا نسبت به محبتهایی که ما شنیدیم و میشنویم و انجام میدیم چی هستن، میخوام به کتاب ایوب بریم، فصل 26 کتاب ایوب. ایوب قبل از کتاب مزامیر هست، فصل 26. ما راجع به صبر ایوب خیلی شنیدیم، ولی راجع به اینکه ایوب راجع به برتری خدا صحبت میکنه لازمه که ما قسمتی از کلام رو بدونیم. ایوب فصل 26 آیات 5 تا 14 رو براتون میخونم و خیلی زیبا میگه ایوب. ایوب در اون روزها و لحظات که خیلی براش دشوار بوده، حالا بچه‌هاشو از دست داده، ملکشو از دست داده، بسیارم که در اطرافش هستن از جمله زنش و دوستانش دارن اون رو محکوم میکنن یا بهش تسلی نمیدن، ایوب اینجوری میگه در حضور خدا. آیه 5 بعدو میخونم. ایوب فصل 26 میگه ارواح مردگان میلرزن،
آنان که زیر آبهایان و همه ساکنانش، از خیلی ها بودن که فوت کردن زیر آبها، حتی حاویه به حضور وی اوریان است، به حضور خدا اوریانه، و ابدون را پوششی نیست. شمال را بر خلق می گستراند و زمین را بر نیستی می آویزد. آبها را در ابرهای خود می پیچد، اما ابرها زیر بار آنها شکافته نمی شوند. روی ماه تمام را می پوشاند و ابرهای خیش را بر آن می گستراند. آیه 10، دایره بر سطح آبها کشیده است و آن را حد بین روشنایی و تاریکی قرار داده است. ستونهای آسمان می لرزد و از عطاب او حیران می ماند. به نیروی خیش دریا را آرام می سازد و به حکمت خیش رحب را خرد می کند. به روح او آسمان ها زینت داده شدند و به دست او مار تیزرو را سفته است. به راستی که اینها تنها حواشی تاریخ‌های اوست و چه نجوای آرامی از او می شنویم. اما رعد جبروت او را کیست که درک تواند کرد؟ با اینکه توضیح میده چیزهای رو به کار میبره که شاید خیلی از ما اونها رو لمس بکنه یا لمس نمیکنه، اما میگه تازه یه قسمتی از اون چیزیست که ما داریم متوجه میشیم. در ایوب در این 7 آیه بیانیه رو در مورد برتری خدا به ما میده. وقتی ما این آیات رو بررسی میکنیم به این نتیجه میرسیم که ایوب به قدرت خدا در خلقت داره اشاره میکنه. ما خیلی گذرا گزارش خلقت رو میبینیم در کتاب پیدایش باب 1 و 2، میبینیم که میگه 7 روز طول کشید خدا آسمان و زمین رو بیافرین. نویسنده اصلا مد نظرش هم نبوده توضیحات و چیزهای جزئیات رو حتی اعلام بکنه، اما ایوب قسمت دیگه رو اشاره میکنه بهش که برای ما مهم هستش و اون چیزی نیست جز برتری در واقع عظمت و بزرگی خدا هستش. او میگوید هر کدوم از اونها از همه چیزهایی که اسم بر زمین، آسمان، زیر زمین، ابرها، ستاره ها و روشنایی و تاریکی، همه اونها دولت چنین خدایی هستش که ما میبینیم که بعدها در مزامیر فصل 63 آیه 6 مزمور نویس اینو به ما میگه، یوحنا باب 1 آیه 3 اینو به ما میگه، کولسیان باب 1 وقتی اونجا راجع به عیسی مسیح صحبت میکنه که او همه چیز را آفرید، همه چیز وسیله او برای او هست، آیه 16 و 17 اینو میگه. عبرانیان باب 1 آیه 2 و 3 میگه که چقدر مهمه که ما اینها رو یاد بگیریم. اما برای که ما این موضوع رو و این قسمت از این 7 آیه رو بتونیم با هم نگاه کنیم، اینو من برای شما تقسیم بندی کردم و سعی میکنم به اینها بپردازیم. یکی که عیسی بر قلمرو مردگان تسلط داره. وقتی که ما به این قسمت از کلام خدا از کتاب ایوب نگاه میکنیم، وقتی عیسی مسیح رو در انجیل میبینیم، مثلا در انجیل یوحنا که چگونه مرده ها رو زنده میکنه، مرده مثل ایلازر و سایر رو زنده میکنه، ما میبینیم که عیسی بر قلمرو مردگان نیز تسلط داره که از 3 طریق به اونها اشاره میشه در کلام خدا. 3 طریق هستن که قلمرو مردگان رو برای ما توضیح میده که در این 7 آیه میبینیم که یکی از اونها آپا هستن، حاویه هستن و تباهی هستن. 3 حوزه اینجا برای ما باز میشه. آپا، ما میبینیم که بسیار در طول تاریخ در آبها فوت شدن، حالا به طریقهای مختلف، حالا سونامی رو میبینیم یه در رو میکشه و دیگران که در کتاب مکاشفه هم اشاره میشه که میگه وقتی مردگان برمیخیزه حتی از آبها زنده میشن، از حاویه کسانی که مردن، و تباهی، پدر تمام اقتدار رو برای داوری به عیسی مسیح سپرده است. وقتی عیسی از مردگان زنده میشه میگه تمامی قدرت در آسمان، بر زمین و زیر زمین من سپرده شده. تمام قدرت در دست اوست. قبل از آن قدرت در دست شریر بود. ما باید بدونیم کتاب مکاشفه باب 3 وقتی انسان گناه میکنه، کلید هستی رو، کلید خلقت رو بگم بهتره، خلقت و آفرینش رو که خدا به انسان داده بود، گفت که برای این زمین تسلط کنید، دست شیطان داد. و مسیح بعدا در انجیل میگه کسی در این دنیا داره حکمرانی میکنه شریر هستش، ولی وقتی مسیح روی صلیب سر شیطان رو کوبید، میبینیم که این کلید رو پس میگیره. به عبارتی امروز تمام اقتدار دست شریر نیست. ما اشتباه میگیم شریر این کارو کرد، شریر اینجوری شد، شیطان اونجوری کرد، ولی به عبارت دیگه اقتدار و حتی داوری به عیسی سپرده شده. عیسی میتونه داوری کنه چون که جریمه گناهانو داده، او میتونه داوری بکنه چون اوست که امروز در تخت سلطنت نشسته. یوحنا باب 5 آیات 22 تا 30 رو به ما میگه که یوحنا میگه داوری رو پدر من سپرده. آنانی که در جهنم هستن پوششی از خشم خدا ندارن.
کسی که به خداوند ایمان نمیاره و فوت میکنه و به اصطلاح به جهنم میره، به دنیای مردگان میره و بعد به جهنم میره، ما بریم که از پوشش خشم خدا خارج هستن. ما به خاطر پوشش خون مسیح هستش که از خشم و داوری خدا رهایی پیدا کردیم. رهبران نجات نیافته تاریخ از ثروت و ارتششان محروم و در حضور عیسی مسیح خواهند ایستاد. امروز رهبران، پادشاهان به ثروتشون، به جا و مقامشون مینازن و که بسیاری بودن در طول تاریخ این کار کردن. ما نبوکدنصر رو میبینیم، حتی پادشاهان خوبی مثل کوروش رو میبینیم و سایر رو میبینیم، ولی اونا وقتی در حضور خدا میستن هیچ کدوم نمیتونن به ثروتشون، به مقامشون، به ارتششون بنازن. اونها میستن تا اینکه خداوند ما عیسی مسیح اونها رو داوری کنه. از اینجاست که در ایوب 26 آیه 56 یه بار دیگه نگاه کنیم، متوجه میشیم. میگوید ارواح مردگان میلرزن. اینا کسانی که نجات پیدا نکردن و میلرزن. و مسیح میگه در کتاب مکاشفه، میگه اینها میگویند که ای کوها بر ما فرود بیاید، حتی میترسن و میلرزن. اتفاق میفته. آنها که زیر آبها و همه ساکنان، آیه 6 میگه همه به حضور وی عریان است. همه چیز عریانه، چیزی از چشمان خدا نیست که مخفی باشه. و بعد دوام میدیم که ابدون را پوششی نیست، هیچی نیست که مخفی باشه از نگاه خدا. ابدون در واقع کلمه عبری که از اون گرفته شده مخرب هستش. ابدون یعنی مخرب. کلمه عبری ملک الموت و ملک ویرانی یا ملک ویرانی، ملک ویرانی، و گاهی به معنی عالم اموات هم در انجیل ترجمه شده که به طور مثال در یوحنا باب 5 آیه 22 تا 30 هستش که ما نگاه میکنیم. پس میگه حتی این ابدون، این مخرب، این چیز در واقع از دید خداوند مخفی نخواهد داشت. دو چیزی که اینجا میتونیم از این آیه نگاه کنیم این هستش که عیسی به طور کامل بر آسمان ها و ستاره ها قدرت داره. او نه فقط بر دنیای قلمرو مردگان تسلط داره و میتونه در واقع اونجا رو ببینه و حاکمیت داشته باشه، بلکه میگوید که بر آسمان ها به طور کامل و ستاره ها قدرت داره. زمین، فضای شمالی خالی ابرها توسط حکمت و قدرت قانونمند خداوند، خدای نادیده، مرتب شده. ما بدونیم که امروز ما میدونیم که ما در زمین هستیم، یک فضای خالی هست و بعد آسمان های خدا هستش. اون فضای خالی رو حتی بر اونها در حکمت خدا سرشته شده و خداوند بر اونها حاکمیت داره. اینو در اشعیا باب 40 آیه 26 میبینیم. اشعیا میگوید در باب 40 میگوید به آسمان ها نگاه کنید، کیست که همه این ستارگان را آفریده است؟ او به عظمت خدا داره اشاره میکنه. 750 سال قبل از که مسیح به دنیای ما بیاد، کسی که آنها را آفریده است از آنها مثل لشکر سان میبیند. خداوند از مقابل اونها رد میشه، سان میبینه، تعدادشان را میداند، تعداد ستارگان را میداند و آنها را به نام میخواند. حالا امروز انسان ها یک اسمایی برای ستاره ها میذارن، نه؟ قدرت او آنقدر عظیم است که نمیگذارد هیچ کدام از آنها گم شود. پس باز ما اینجا راجع برتری خدا داره میبینیم. ما ستارگان رو میبینیم، گاهی وقتا غیر قابل دسترسی هستن، ما نمیتونیم اونها دسترسی پیدا بکنیم، اما میگه او نام اونها رو میدونه، او از اونها سان میمیره، اونها رو به نام میخانه. چند نفر میدونیم که خلقت تحت حکومت خدا هستش، خدا به خلقت فرمان میرانه، میگه صبح شو، شب شو، ماه بیاد، خورشید بیاد، و همه خدا میگه بر همه اونها حاکم هستش. پس ما وقتی راجع به برتری خدا صحبت میکنیم، حتی خلقت که ما با این همه علم و اکتشافات و اینها به راحتی نمیتونیم بهش دسترسی داشته باشیم، در برابر خداوند همه سر تعظیم فرود میارن. و سوم، در این آیات در ایوب 26 راجع به برتری خدا وقتی صحبت میکنه ایوب، میبینیم که مهربانی خدا بر آنانی که بر جلال تخت او نزدیک شده اند مشاهده میشود. کلام خدا میگه هیچ کس جلال خدا ندیده، هیچ کس ندیده. موسی ندید، موسی فرد نزدیکی به خدا بود اما جلال خدا ندید. آنچه که ما میبینیم، آنچه که شاگردان دیدن وقتی که عیسی بالای کوه بود و بعد میگوید که دید که ابر آمد بالای سر او مثل یک سایبانی، و بعد در واقع انبیا رو دید که دارن با عیسی مشورت میکنن، صحبت میکنن، حتی بر اون جلال و عظمت خدا وقتی ما صحبت میکنیم در مقابل او هیچ هستن. اما میگوید مهربانی خدا بر آنانی که به او ایمان میارن،
او را می ستاین، مال او هستن، تصدیق شده او هستن، آشکار میشه. اونها میبینن، ما میتونیم جلال خدا رو ببینیم. اگر خدا جلال تخت خود رو در اب نمیپوشاین، فرشتگان نمیتونستن به اون نزدیک بشن. من جمعه راجع به این صحبت کردم، وقتی کلام خدا رو خوندیم میگه اشعیا دیدم که سرافین فرشتگان میگه با شش بال و پا و اینها روی خودشون پوشایده بودن جلال خدا. اونها نمیتونستن جلال خدا رو ببینن. ما به راحتی اسم خدا رو به زبان میاریم، من نمیدونم که چه عظمتی در نام خدا وجود داره. فرشتگان نمیتونستن به جلال خدا نگاه کنن، اما همین خدا میاد بین ما انسان میشه. راجع به این صحبت کردیم جمعه، مثل ما میشه، ما میتونیم اون رو لمس کنیم. یوحنا میگه ما رو لمس کردیم در سال اول، باب اول ها میگه ما رو لمس کردیم، ما رو چشیدیم، ما میتونستیم به او حرف بزنیم، او با ما حرف میزد. پس مزمور 97 آیه 2 اینو میگه، و در اینجا ایوب باب 26 آیه 9 میگه روی ماه تمام را میپوشاند و ابرهای خیش را بر آن میگستراند. اینقدر خدا عظیمه، اینقدر پر جلاله که من انسان گناهکار اگه بخوام جلال رو ببینم میمیرم. در کتاب مکاشفه میگه اینقدر جلال خدا عظیم بود، یوحنا میگه من مثل مرده پیش وی افتادم. اینا مردان و زنانی هستن که خدا رو روبرو دیدن، خدا رو ملاقات کردن. میگه من مثل مرده پیش روی او افتادم. من یادم میاد سالا پیش در باغ کرج که الان دیگه میخوان مصادرش هم بکنن، ما شنیدیم عزیزانی در اتاق کنار استخر، یک اتاق داشتون باغ کرج بغل استخر بود، شلوغا میرفتن اونجا. بعد از اون جلسه که ما داشتیم، بعضی از اینا که اونجا بودن شروع میکنن دعا کردن و بعد یکی از این برادرها میگه خداوندا بیا با ما صحبت کن، و اسم ایشون نمیبرم، ایشون الان کشیش شده، و خداوندا بیا با ما صحبت کن، خداوندا میخوایم تو رو لمس کنیم. و بعد ایشون میگن که عزیزان که اونجا بودن میگن که ناگهان ما صدای پای خداوند در اون اتاق شنیدیم، که همون شصای خداوندا نمیتونیم تحمل کنیم. چقدر عظیم این خدا. اما مهربانی خدا، وقتی راجع به عظمت خدا صحبت میکنیم، انجیل به ما مهربانی خدا رو نشون میده. مهربانی خدا که میگوید برای ما نزدیکه، ما میتونیم اون لمسش کنیم، میتونیم رو بچشیم. وقتی انجیل میگه که شما میتونید بگید ابا یعنی پدر، به خاطر که روح القدس در شما ساکن شده، اشاره به مهربانی او میکنه. ما لایق نیستیم حتی نام خدا رو به زبان بیاریم. خدایی که برتر از فرشتگان در مقابلش نمیتونن حتی بایستن، حالا ما راحتی میتونیم بریم به حضور خدا بگیم ابای پدر. بعد دایش دوست من میگه بابا جون، میتونیم بگیم بابا جون. چقدر زیباست که میتونیم این رابطه نزدیک رو با پدر آسمانیمون داشته باشیم. وقتی راجع برتری خدا صحبت میکنیم، نکته چهارم این هستش که حکمت و قدرت خدا در ترتیبات نور و تاریکی مشاهده میشه. اینجا در ایوب به ما میگه، او اشاره میکنه در آیه 10 نگاه کنیم، دایره‌ای بر سطح آبها کشیده است و آن را حد بین روشنایی و تاریکی قرار داده است. این مکاشفه‌ای که در ایوب میگیره، میگه حکمت و قدرت خدا را در ترتیبات نور و تاریکی ملاحظه میکنه. ما میدونید در قرن 21 با این تکنولوژی که اینقدر سرکار داریم، تلویزیون و کامپیوتر و اینقدر برو بیا و اینا، نمیتونیم گاهی وقت اون عظمت خدا را شاید در این سر صدا ببینیم. که اگر به 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش برگردی، افراد در اون زندگی بدوی که داشتن به راحتی میتونستن اینا رو ببینن. چطور میتونن این دایره زیبای حکمت خدا را مشاهده بکنن؟ این ترتیبات رو، خدا اسرار نور و تاریکی رو که چگونه بر آسمان ها و دریا مربوط میشون را خداوند میدونه. خداوند میدونه. علم حالا میاد با تکنولوژی با خیلی چیزایی اینا رو بخواد در بیاره، اما خداوند اونا رو ترتیب داده، خداوند اونا رو میدونه. آنها هنر دست خداوند ما عیسی مسیح هستن، اونها هنر دستی خدا هستن. انسان کیست؟ داوود میگه که او را بیاد بیاریم. ما چقدر به خودمون مینازیم نه؟ در حالی که هنر دست خدا، هنر دست خدا چقدر زیباست. یک از دعاهای من اینه که در سال 2017 زیبایی خدا رو بیشتر ببینم، و نه فقط زیبایی خدا رو ببینم بلکه به زبان بیارم. ما یاد گرفتیم چیزای منفی رو ببینیم، چیزای منفی رو به زبان بیاریم، اما چقدر عالیه که چیزای زیبایی که خداوند در واقع داره رو بتونیم ببینیم. پس
خداوند ما برتری او در ترتیباتی است که بین نور و تاریکی هستش، اون محور، اون خطی که در اونجا وجود داره. در ایوب باب 26 آیه 16 آیه 11 ما نکته بعدی رو ببینیم، میگه ستونهای آسمان میلرزد و از عتاب او حیران میمانند. ستونهای آسمان میلرزد و از عتاب او حیران میمانند. او میگوید که خدمات حاکمیت خدا در آسمان ها متحیر کننده است. آنچرا که خداوند، این مکاشفه ای که ایوب مرد خدا میگیره در تمام اون سختی ها، متحیر کننده است وقتی نگاه میکنید به این چیزی که خداوند در حاکمیت خودش در آسمان داره. ما گاهی وقتا فکر میکنیم خیلی چیزا از کنترل خدا خارج شده، تو یه خبر بد میشنویم منفی میگیم چی شد، چه اتفاقی افتاد، اما فراموش میکنیم خدای ما در آسمان ها، کلام خدا در انجیل میگه بر زمین حاکم هستش، به طوری که یوحنا در کتاب مکاشفه فصل 4 و 5 و 7 و 11 و 19 اونو تشریح میکنه. یوحنا میبینه در جزیره پتموس، میبینه که او شاهد بر اینه که بسیاری در برابر عظمت خدا بر خاک میفتن، بر خاک میفتن وقتی میبینن که چگونه خدا در آسمان به طور حیرت انگیزی حاکمیت داره و داره حکومت میکنه. باشه که چشمان ما باز بشه و این موضوع رو بتونیم درک بکنیم. نکته ششم، دو نکته دیگه داریم. نکته ششم میگه عیسی قدرت و حکمت و فرمانروایی بر دریاها و طوفان ها را نیز به عهده داره. او حاکم هستش. در آیه 12 اینو میخونیم. در آیه 12 میفرماید که به نیروی خیش دریا را آرام میسازد. هنوز عیسی جسم نپوشیده. ما در عهد جدید میبینیم که چگونه وقتی در قایق عیسی میسته و فرمان میده و طوفان ها خاموش میشه. او به نیروی خیش دریا را آرام میسازد و به حکمت خیش رحب را خرد میکند. ایوب باب 26 آیه 12 به ما میگه که او میتونه طوفان ها رو، دریاها رو آغاز کرده یا متوقف کنه. یه دفعه یه سونامی میشه، چه عظیمه خداوند، چه کار میکنید؟ به داستان کشتی نوح وقتی نگاه میکنیم، طوفانی که خداوند میبینی به وجود میاره. در انجیل مرقس باب 4 آیه 40 میخونیم که شاگردان گفتن آنها بسیار هراسان شدن، به دیگه گفتن که این کیست که حتی باد و دریا هم از او فرمان میرانند. اونا تو قایقن، اونا ماهیگیرای حرفه‌ای هستن، اونا با طوفان و آب و دریا و اینا آشنا بودن، از بچگی شاید با پدرانشون این کسبو داشتن، کارو کسبو داشتن که ماهیگیری کنن. اما ناگهان طوفان میاد، فریاد میزنن این استاد کاری بکن، عیسی بایسته فرمان میده به طوفان و طوفان آرام میشه و شاگردان شهادت میدن این کیه که حتی باد و دریاها از او اطاعت میکنن، فرمان میبرن. بله خداوند، عزیزان ما چنین خداوندی رو عبادت میکنیم، چنین خداوندی رو پیروی میکنیم که او بر طوفانها پیروز هستش. آیا ما به او ایمان داریم؟ آیا ما ایمان داریم که او میتونه بادها و دریاها رو برای ما خاموش کنه؟ نکته هفتم رو وقتی میخوانیم در آیه 13 هستش، میفرماید که آیه 13 رو با هم نگاه میکنیم، میفرماید که براستی که اینها تنها حواشی تاریخ‌های اوست و چه نجوای آرامی از او میشنویم، اما رعد جبروت را کیست که تواند کرد. ایوب شهادت میده که عیسی آسمان را زیبا میکنه و دشمنان روحانی آسمانی خود را شکست میده. ما میدونیم که در صلیب اتفاقی که افتاد، سر شیطان را کوبی، او این کار میکنه. در ارمیا باب 32 آیه 17 میگه برای خدا هیچ چیزی دشوار نیستش. اینا تجربیات مردانی است که با خدا راه میرفتن. اونا اعتراف میکنن که برای خدا هیچ چیزی دشوار نیست. در لوقا باب 1 آیه 37 میخوانیم که فرشته خداوند مریم وقتی میاد ظاهر میشه، میگه که تو که باکره هستی فرزندی رو به دنیا میاری. او میگه امکان پذیره مگه چیزی؟ من باکره هستم. و فرشته میگه برای خدا هیچ چیزی غیر ممکن نیست. میدونی مشکل کجاست؟ این پرانتز منه. مشکل اینجاست که ما به خدا نگاه نمیکنیم، به شرایط نگاه میکنیم، به تجربیات دیگران نگاه میکنیم. این عزیزی که در این سن سرطان گرفت، مادر من، خواهر من، پدر من، برای من هم اتفاق میفته، اما فراموش میکنیم که برای خدای غیر ممکن ها همه چیز ممکن هستش. او قادر کار رو انجام بده که انسان ها فکرشو نمیتونن بکنن. بارها شده که ما در طی زندگی ایمانی و به این تجربه رسیدیم که مگه میشه خدا چه کار عظیمی کردی؟
و خداوند این کار رو انجام میده. عیسی به خاطر ما خار میشه دوستان، او وقتی انسان میشه خار رو میپذیره، سپس برای ما بر روی صلیب میمیره، او میبایست تمام محدودیت های بشر رو میپذیرفت تا به عنوان یک انسان صلاحیت نجات دهنده و یا اینکه کاهن اعظم باشه رو دریافت میکرد. او این مسیر رو رفت، او مثل ما شد، او بر تمام تجربیات و وسوسه ها پیروز شد تا بتونه کاهن ما باشه، که بتونه برای ما شفاعت بکنه، برای بتونه نجات دهنده ما باشه. عبرانیان باب 2 آیه 17 ما میگه، از همین رو نویسنده عبرانیان میگه، از همین رو لازم بود از هر حیث عیسی مسیح مانند برادران خود شود تا بتواند در مقام کاهن اعظمی رحیم و امین در خدمت خدا باشد برای گناهان قوم خود. او باید این مسیر رو طی کرد که بتونه کاهن باشه، که بتونه برای ما کفاره بکنه، و عیسی این کارو کرد. بعد از تجسم عیسی دو طبیعت داشت عزیزان، 100% خدا بود و 100% انسان. او هرگز پایین تر از خدا نبوده. ها؟ ما عیسی رو دست دوم نمیبینیم، اول خدا هست بعد عیسی هست. عیسی و خدا از یک در واقع طبیعت برخوردار هستن. او بر روی زمین هرگز بیش از یک انسان هم زندگی نمی کنه. این طبیعت عجیب خداوند ماست. در رومیان باب اول می خونیم او با خدا برابره، او با انسان یکی میشه. او تمام قدرت خدا را داشت. او تنها وقتی که توسط روح خدا رهبری شد از اون استفاده کرد. ما قبلا نمی خونیم. بعضی ها میگن که چرا عیسی در انجیل راجع به عیسی قبل از تعمید آب نوشته نشده؟ در تعمید آب بود که روح القدس مثل کبوتری بر او آمد و او تعمید روح القدس گرفت، از روح القدس پر کرد، پر شد، و بعد می‌بینیم که خداوند او رو رهبری می‌کنه. او با دعا کردن، اطاعت از خدا و انتظار رهبری روح القدس همچون یک مرد خدا بر روی زمین زندگی کرد. ما او را خدا می‌دانیم چون که بعداً می‌خوانیم که او از مردگان زنده شد، اما در اون لحظات قبل از که او بر صلیب بره او یک مرد بود، او یک انسان بود که از روح خدا پر میشه، از خدا اطاعت میکنه. او تنها کسی بود که به طور کامل از خدا اطاعت کرد به عنوان یک انسان. و میبینیم که او خودشو خالی کرده از خداوند بودن، خودش خالی میشه، مثل ما میشه، تا اینکه ما رو بتونه خدمت و رهبری بکنه. فیلیپیان باب 2 آیه 6 تا 8 میگه او که همذات خدا بود. این مکاشفه ای که پولس داره در فیلیپیان به ما میده، او که همذات خدا بود از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام را پذیرفت، به شباهت آدمیان در آمد و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خار ساخت تا به مرگ، حتی به مرگ بر صلیب مطیع گردید. او اطاعت کرد، او اطاعت کرد، و چون اطاعت کرد بر صلیب جان خودشو فدا کرد، امروز او لیاقت داره که شفیع ما باشه و نجات دهنده ما باشه. کلام خدا ادامه میده، میگه او دولتمند شد و قسمتی از اعضای خانواده خدا به عنوان پسران خدا و عروس عیسی مسیح هستیم، کسانی که با او تا ابد فرمان روایی خواهیم کرد. امروز خیلی از ما خودمونو خیلی حقیر میبینیم، و این در حالی که خدا ما را در مسیح پذیرفته و میخواد که ما زمانی بر روی همین زمین، بر روی همین زمین 1000 سال با او سلطنت کنیم، که به ما میگیم سلطنت 1000 ساله، چیزی که در کلیسا شاید کم راجبش موعظه میشه، که روزی ما برخواهیم گشت بر روی همین زمین. اشعیا میگه گرگ و بره با هم غذا خواهند خورد. یعنی چی؟ یعنی عدالت خدا بر روی زمین برقرار میشه و خدا از ما خواهد خواست که داوری فرمان روایی کنیم بر روی همین زمین. هر کدام از ما دارای بدنهای قیام کرده خواهیم شد، بدنهایی که مریض نمیشه، بدنهایی که پژمرده نمیشه، بدنهایی که مثل بدن قیام کرده او از مردگان هستش، و با خدا در اورشلیم سماوی تا ابد زندگی خواهیم کرد. هللویا. بر اورشلیم سماوی تا ابد زندگی خواهیم کرد. او ما را در محبت، حکمت، قوت، گنج و جلال خیش دولتمند می‌سازه.
اینا حقایقی است که انجیل به ما تعلیم میده. ما در محبت مثل او میشیم، در حکمت مثل او میشیم، در قوت و دولت و جلال و تمام آنچه که از او هست. کلام خدا میگه ما هم ارث با او میشیم وقتی به او ایمان میاریم. اول قرنتیان باب 2 آیه 9 میگوید چنان که آمده است، آنچه را که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و به هیچ اندیشه‌ای نرسیده، خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است. جلال و جبروت این زمین، آنچه که انسان‌ها آرزو دارن بهش برسن، ای کاش من مثل این هنرپیشه بودم، ای کاش مثل این فرد بودم، این جلال و جاه داشتم. کلام خدا میگه خدا چیزی برتر از اون برای دوستداران خودش تدارک دیده که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، هیچ فکری به آن خطور نکرده. گاهی وقتی ما بعضی جای زیبای این دنیا میریم سر میزنیم، میگیم واو چقدر زیباست. مگه میشه؟ من از دانمارک که میرفتم سوئد، برای چند کیلومتر زیر دریا از تونل رد میشدم. چی؟ مگه میشه هم توی تونل بزنیم زیر آب؟ اگه بریزه چی میشه؟ و بعد برای چند کیلومتر روی آب رفتیم. خداوند چه چیزی خلق شده. وقتی در هلند در اتوبان میرفتیم، ناگهان آسمان بسیار لاجوردی قشنگی شد، بعد چند کیلومتر سفید شد، همه جا سفید، یعنی آسمان سفید، زمین سفید، و بعد ناگهان دیدیم همه چی نورانی شد، آفتاب شد. خداوند تو چی آفریدی؟ تو چی آفریدی؟ اما میگه برای آن چیزی که خدا برای دوست دارم خودش تهیه، در مقابل این چیزی که شما میبینید خیلی عجیب‌تره، خیلی زیباتر هستش. گاهی وقتا ما بعد جلوی تلویزیون پاشیم بریم طبیعت خدا رو ببینیم، شاید یه ذره لمس کنیم چیزی که در کتاب اول قرنتیان اومده. مکاشفه باب 3 آیه 21 میگه هر که غالب آید، یعنی من و شما رو میگه که مسیح ایمان آوردیم، هر که غالب آید، پس بعضی ها شاید غالب نیاد، هر که غالب آید او را حق نشستن با من بر تخت خود خواهم بخشید. یادتون میاد وقتی یوحنا و یعقوب با مادرشون اومدن پیش عیسی، مادر یعقوب یوحنا گفت عیسی یک کاری بکن پسران بغل دست راست تو بشینن، عیسی گفت با من نیست که اینو بگم، پدر فقط این کارو میکنه. اما در کتاب مکاشفه باب 3 عیسی داره صحبت میکنه، به یوحنا میگه هر که غالب آید، یک شرطی داره، هر که غالب آید او رو حق نشستن با من بر تخت خودم خواهم بخشید، همان گونه که من غالب آمدم و با پدرم بر تخت او نشستم. چقدر خدای ما برتره، چقدر خدای ما عظیمتره، و ما لازم داریم در این سال 2017 بیشتر راجع به این موضوع فکر کنیم و دعا کنیم. خداوندا عظمت محبت خودتو به من نشون بده، خداوندا چشمان من رو باز کن تا زیبایی تو رو ببینم، به من کمک کن که ورای این زمین، چیزایی که در زمین میگذره، اینقدر ما مشغول میشیم با این چیزای زمینی، که خدا چشمان ما رو باز کنه چیزهای برتر رو ببینیم، چیزایی که پولس دید. پولس میگه من چیزایی دیدم که نمیتونم بهتون بگم، چیزایی که یوحنا میگه ما شاخ در میاریم، راجب چیزایی صحبت میکنه که با عقل ما جور در نمیاد، چیزایی که مردان خدا در عهد عتیق دیدن. ما به راحتی میگیم در کتاب دانیال وقتی شدرک و میشک و عبدنگور در آتش گذاشتن، یک کسی مثل منظر پسر خدا از بین اینا رد شد، با اونها بودش. میگه چه جالب، انگار فیلم سینماییه، ولی راجع به عظمت برتری خدا صحبت نمی کنیم. همه اینها گواه بر اینه که خدای ما خدای برتری است. از این جهتی که من میگم خدا ایران رو فراموش نکرده، خدا ایرانی رو فراموش نکرده، خدا با ماست و برای ما هست، به ضد ما نیست، و خدا هر کاری میکنه که توسط ما که کلیسای او هستیم جهنم رو خالی کنه و ملکوت او را پر بکنه. خدا من چشمان ما رو باز کن تا زیبایی تو را، تا عظمت تو را، تا عدالت تو را تجربه بکنیم. چند لحظه چشمان خودمون رو ببندیم.